سلام بر تمام عشاقان ایران و ایران زمین، اونایی که عشق به وطن دارن و اونایی که واقعا عاشقن. سلام میکنم به اون مهربونیشون، به اون صفای دلشون و عشق وطنشون و عشق وجودشون، زندگیشون. عشق دنیایی داره، هر عشقی هم زمانی داره. عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم، عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم، زنجیر وفا فکنده بر پای دلم. عشق اگر به فریاد دل ما نرسد، من شخصا عشقای زیادی دیدم، ولی هیچ کدوم اینا عشق وطن نمیشه. عشق وطن زندگی یه انسانه، یه انسانی که با شرف زندگی میکنه، نه احتیاج داره مواد بزنه، نه سیگار بکشه، نه قمار کنه، نه فلان کنه، و بخواد به وطنش عشق ببرزه، اون عشق پاکه. من یکی از اون عشقام که عاشق وطنم، اهل هیچ کدوم این برنامه ها نیستم. و من در زندگیم از جوانیم زحمت کشیدم، از شاگ داستانی شروع کردم، از 18 سالگیم تا به جای رسیدم که میامه رو داشتم و 24 ساعت زحمت میکشیدم و جلب توریست میکردم از این طرف. بزرگترین خواننده های مملکتمون که الان همه تون دارین لذت میبرین، تمام وابسته های هم دیگه، این خواننده هام که تلویزیوناتون روشنه، زندگیاتون روشن کرده، همبستگی رو به وجود آورده و همه تون در یه حالتی هستین که همون موزیک بوده. اون موزیک چنین شایستگی رو بعد از انقلاب در خونتون به وجود آورده که این هر نقطه دنیا میبینی خواننده های ایرانی هستن، دارن زحمت میکشن، سفرهای طولانی میکنن و برای عشق به وطن و عشق به مردمشون برنامه میذارن. فقط درآمدشون نیست، اون عشق به مردمه، اون دست زدن ها، اون هورا کشیده، اون جاویدا برای اینا انرژی زندگیست. نه این که بیان توهین کنین. فکر میکنم که کسانی که در خارج از کشور هستن در رفاه و خوشحالی و خوشی هستن، در صورتی که اینو من فکر میکنم به نامه خودم، از زبان خودم میگم، مطمئن هستم که تک تک شما داستانهای زندگی خودتون رو دارین و هر کسی که اومده اینجا مسلما حرف اولش نبوده به جمهوری اسلامی، یعنی که نتونسته توی مملکت زندگی بکنه و با اون شرایط خودش رو تطبیق بده و به خاطر همین مملکت خودش رو، خاک خودش رو، عزیزان خودش اونجا گذاشته و اومده. من واقعا با سربلند دی به قول معروف این حرفو میزنم، من مبارزم رو میکنم، من یه هنرمندم، برنامه خودم رو اجرا خواهم کرد، ولی در عین حالم در کنار مردمم هستم. هیچ توقعی هم همونجوری که گفتم از هیچ کس ندارم. قرار نیست، انقدر جوانای قشنگ، انقدر هنرمندای خوبی تو ایران هستن، استعدادای خوب که 100% ان شاء الله اگر که ایران آزاد بشه 100% خودشون رو نشون خواهند داد. اینا در غربت سختی کشیدن و خاک استیج زیاد خوردن، خاک غربت هم خوردن و به عشق ملت و مردمشون زحمت کشیدن. یکی برده یکی باخته، زندگی همینه. ولی من کسی بودم که تمام این برنامه ها رو پیاده کردم و الان تمام این تلویزیون ها، تمام این رسانه ها، تمام این کنسرت ها، تمام همبستگی های کلام به وجود اومده. میبینیم یه دکتر در امریکا تحصیل کرده میاد توی تلویزیون های ایرانی تبلیغات میکنه، تو سوسایتین ایرانی رو بگیره کار کنه، چون رقابت با سوسایتین امریکایی نمیتونه بکنه.
مهندسش همینطور، تکنولوژیش همینطور، همه همین تلویزیون ها هستن. زحمت کشیدم وجود آوردم و این برنامه هاست. حالا یکی در میاد یه مهمو قربانی، ما تو رو مهمو قربانی کردیم. باشه، اون کجا بودی که من صاحب هتل بودم و صاحب همه چی بودم و 18 19 تا خواننده ها رو تحویل جامعه و تو الان عشق داری میکنی و داری زندگی میکنی و همه اینا با شرف به وجود اومدن و با یه زندگی پاک بالا اومدن. این یک داستانی است که در آینده ادامه خواهد داشت. و این جوزه فوکولا میگن، چی میگن؟ جوزه کورنرا حسابشون رسیده میشه. دامه یه قصمونو به بغض صد ساله ببخش، به اومدنی رفتنیه، اومدنی رفتنیه. تو نخواستی نمیذاشتی فصل ارکید مازم، یه اهل جهنم که خونش تو بهشتی. تو صد شب و روزم خوابم تو چه خوابی، به مصری شب و تا صبح خرابم چه خراب. قسمت میدم، قسمت میدم. در هر صورت خبرهایی که رسیده، ولیت ما 8 نفر دیگر رو انتخاب کرده و دست به همکاری داده. جای بسیار خوشحالی از این طرف هم میبینیم. سپاهی با شمخانی درگیری پیدا کرده. از این بر بسیجی ها معاون رئیسی رو میگم استعفا باید داده. اصلا افتادن به جون هم. مملکتی که اصلا ثباتی نداره، مملکتی که وجود این چنین دولتی رو نداره و ملتش هوشیار شدن و میدونن دارن چیکار میکنن و برای زندگی خودشون و آینده مملکتشون دارن قدم برمیدارن. گوش کنیم به صحبت های خسرو شکیب که چقدر قشنگ تعریف میکنه و با اصالت یه فرهنگ ایرانی سفر اعلیحضرت واتیکان به نظر من به دلیل ارزم بزرگتون احترام به مذاهب دنیا انجام شده است. همطور که در اسرائیل به اورشلیم رفتند و ادای احترام کردند و از اینجا هم می آیند و ابراز احترام می کنند با بودنشان در واتیکان. این کنش ها کنش های اقتصادی است. ملاقات های مربوط به آینده ایران و اقتصاد کشورهای هفته برای با ایران است. شک ندارم خانم آقایان که شاهزاده ما با قدرت تمام، اما دیده ایم که با آگاهی و دانش سیاسی در این مذاکرات هستند و شرکت میکنند. اصلا تردیدی نیست. و حالا به خاطر این همه عظمت، این همه علاقه به شاهزاده ما، ببینید چه اتفاقی افتاده است. پشت جمهوری اسلامی به لرزه در آمده. یک مش آدم های دربدر احمق بی سواد وابسته، اصلا آدم متوجه میام میشنن با زر میزنن که من مخالف اعلیحضرت صحبت کنن. مخالف آقا چشمات رو باز کنید، ایبونا چشمات رو باز کنید. بدبختا ملت ایران یک نفر را تصویب کرده است و آن شاهزاده رضا پهلوی چشم و چراغ ملت ایران است. و بس. و با روی ایشان مهربانو یا سمین پهلوی. من یه ایرونی هم عاشق تمام ایرونی ها هستم که عاشق وطنشون هم و تا شارگم هم تا لحظه آخرین قطره خونم پای وطنم باستادم و هیچ موقع میدون خالی نخواهم کرد و به خاطر همینم ایستادگی خواهم کرد. از این برم خامنه‌ای دستور داده که آقا اونایی که فساد کردن، اونایی که نم چیکار پولا رو برگردونین، آی دولت جلوی اینا رو بگیرین. با خودش اولیشه، بسرش دومیشه. آقا برگردونین فساد داد چقدر. حوزه علمیه قم اعلام کرده
هم نه، چرا رفراندوم نباشه؟ باید رفراندوم باشه. خود ملاها حوزه علمی قم همچی حرکتی رو نشون دادن. رفراندوم یک چیز دموکراسی و وطن دوستیه که باید انجام بشه بدون خونریزی. هر کسی رأی بیشتری آورد، خداوند پشت پناهش باشه، موفق باشه و مملکت رو نجات بده. مرگ بر خائنین مملکتمون که اونا میخوان ولوشویی به وجود بیارن و جیبشون رو پر کنن. خودتونم میدونین چه کسایی. آقا اینا رو بایکوت کنین تموم بشه، هم فالا کنین تموم میشه. به نام نامی ایران، به آیین وفاداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، جز عشقش نمیخوام، من زاده ایران. به عشق تمام ورزشکارهایی که پشت این برنامه هستن، مثل علی دایی، علی کریمی و غیره و غیره، و خواننده ها و هنرمندانی که با تمام وجودشون عشق به مملکتشون میکنن، من به همشون تبریک میدم و پیشونی همشون رو میبوسم. زنده باد پرچم شیر خورشید ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی، جاوید باد رضا شاه سومین.